سلام به دلای مهربونتون، امیدوارم که مثل همیشه پر از آرامش و عشق باشین. ندا هستم با یکی دیگه از برنامه های بیوتی فیس در خدمت شما عزیزان. این برنامه رو دنبال کنین چون قراره که تو این برنامه کلی نکات مراقبت از پوست باعث بشه پوست شما صاف بشه، لایه برداری بشه و یه اسکراپ کاملا ارگانیک و خانگی با هم دیگه درست کنیم و داشته باشیم. خب من تو هر برنامه خدمت شما عزیزان میگم که بهتره نوع تیپ پوستیتون رو بشناسین، چون با توجه به اینکه شما تشخیص بدین که توی کدوم نوع تیپ پوستی هستین، بهتر میتونین این ماسکای خونگی و تکنیک ماساژی که قراره خدمتتون انجام بدم و با هم انجام بدیم و بهتر درکش کنین و بدونین مدت زمانی که قراره بذارین روی پوستتون باید چقدر باشه. ما سه نوع تیپ پوستی داریم، تو هر برنامه خدمتتون میگم تا شما بهتر پوستتون رو بشناسید و به عزیزاتون و دوستانتون اگه دوست داشتین هم بگید. یک نوع از تیپ‌های پوستی پوست خشک هستش، پوست چرب و پوست مختلط و ترکیبی. چجوری ما بفهمیم پوستمون نوع خشک هستش؟ کافیه که توجه کنیم موقعی که از در واقع حمام تشریف میارین روی پوستتون یه حالت کشیدگی یا یه حالت خشکی روی سطح پوستتون در واقع احساس میکنین. اگه که این خشکی رو داشته باشین بعد از استحمام، مطمئن باشین که جزو یعنی در واقع نوع تیپ پوست خشک هستی. حالا چجوری پی ببریم که پوستمون چرب هستش؟ همیشه یه لایه چربی روی قسمت گونه هاتون یا مثلث بینیتون، یه لایه چربی رو کاملا میتونین ببینین و پوستتون حالت چرب داره. اینجوری میتونین پی ببرین که پوستتون حالت در واقع توی نوع تیپ پوست چرب قرار داره. و بهترین نوع تیپ پوستی پوست مختلط و ترکیبی هستش که اگه شما این پوست رو دارین خوش به حالتونه و باز مشکلی نداره. اگه که توی تیپ خشک یا چرب هم هستین، شما میتونین با ماسکای خونگی و ماساژایی که روی پوستمون میدیم پهاش پوستمون رو خنسا کنیم و یه پوست خوب مثل پوست ترکیبی و مختلط داشته باشیم که نه حالت خشک داره نه حالت چرب. خب خدمتتون گفتم امروز می‌خوایم با همدیگه یه اسکراب کاملا خونگی، لایه بردار و ارگانیک درست کنیم با چند تا مواد که تو خونه هممون پیدا میشه و اصلا هم لازم نیست که تشریف ببرید مواد گران قیمت یا اسکراب‌های بیرون رو بخرید، هزینه های زیادی کنید. با چند تا ماده تو خونه با همدیگه ترکیب قرار بکنیم این مواد رو، یه اسکراب کاملا ارگانیک، سالم و سلامت درست کنیم، روی پوستمون بذاریم. و کار اسکراب چیه؟ لایه‌های مرده پوستمون از بین ببریم، پوستمون رو شفاف، سلامت و در واقع آبرسانی کنیم. خب سه تا موادی که قراره با هم دیگه ترکیب بشن برای این ماسک خونگی، یکی شکر هستش که در واقع میاد کار همون اسکراب های بیرون که اگه خریداری کرده باشین شما عزیزان و تهیه کرده باشین. اسکراب میاد این آلودگی ها و چربی ها رو از سطح پوست ما بر میداره، تمیز میکنه، پوستمون رو شفاف میکنه و باعث میشه که پوستمون مستعد این نباشه که جوش بزنه، چون اگه سطح پوست ما چرب باشه مستعد جوش هستش همیشه، حالا جوش های مختلفی مثل آکنه، سرسیا، جوش های سرسفید یا هر چیز دیگه به خاطر چربی پوست ما هستش که روی پوست ما پدیدار میشه. پس شما اگه اسکراب رو روتین انجام بدین، من به شما قول میدم که پوست شما به هیچ عنوان اصلا دیگه جوش نمیزنه.
در مورد استفاده از اسکراب خدمت شما خانمای عزیز من یه نکته خیلی مهمی رو بگم. ما هر ماه به خاطر تغییرات هورمونی و در واقع اون پریود ماهیانه ای که داریم یک سری جوشای قرمز و دردناک روی پوست هممون یا بدنمون میزنه. خب این یه حالت طبیعی هستش که توی فیزیولوژی بدن ما خانوما وجود داره هر ماه. اما شما اگه بیاین این اسکراب رو در واقع روتین روی پوستتون انجام بدین و به وقت اون تغییر هورموناتون و پریودتون نزدیک بشه، به هیچ عنوان این جوش ها هم دیگه نخواهید داشت، چون سطح پوستتون کاملا تمیز میشه، از چربی ها آلودگی ها از بین میره، پس دیگه این جوش های اذیت کننده رو تو هر ماه ندارید. خب برای درست کردن این ماسک خونگی ما به 3 تا مواد خدمتتون عرض کردم که نیاز داریم که تو خونه هممون هم پیدا میشه تقریبا و قابل دسترس هستش. یکی از این مواد شکر هستش که کار همون اسکراب رو میکنه، روغن نارگیل و خیار هستش. حالا من خدمتتون تک تک خواص این مواد رو میگم و از ترکیب اینا یک اسکراب در واقع سلامت، سالم و ارگانیک برای پوستمون درست میکنیم. در مورد خواص شکر برای پوستمون، این حالت زبر مانندش که مثل اسکراب های بیرون میمونه باعث میشه که خدمتتونم گفتم چربی هایی که توی منافذ پوست ما ایجاد شده رو از بین ببره. و یه خواص خوب دیگه شکر برای در واقع سطح پوست صورت ما این هستش که میاد چون چربی پوست ما رو پایین میاره، سطح پهاش پوست ما رو خنثا میکنه و خب دیگه باعث میشه که پوست ما به هیچ عنوان جوش نزنه. اما یه نکته اینجا وجود داره، شما اگه تو نوع تیپ پوست خشک باشین اسکراب رو زیاد مصرف کنید برای پوستتون مضر میشه. برای همین من از روغن نارگیل استفاده کردم و خیار که هر کدومشون میان یه کاری رو انجام میدن و در مورد خواص روغن نارگیل الان خدمتتون میگم. روغن نارگیل هم در مورد خواصش اگه بخوام به شما عزیزان بگم پر از خاصیته و یکی از روغنایی هستش که واقعا برای پوست عالیه. بهترین خواصی که میتونه داشته باشه نرم کنندگی بسیار قوی داره برای پوست و باعث میشه پوست ما خیلی نرم بشه. در واقع خواص دیگه ای که داره خیلی هم مهم هستش واسه پوستمون، خاصیت دیگه ای که داره در واقع خاصیت ضد قارچ و ضد میکروبیش هستش، باعث میشه که اگه روی سطح پوست ما در واقع عفونتی وجود داشته باشه از بین ببره. در مورد خواص خیارم برای پوست پر از خاصیت هستش. یکی از خواص بسیار خوب خیار برای سطح پوست خاصیت آبرسانیش هستش، باعث میشه که با این آبرسانی که روی سلولای پوستی ما انجام میده پوست ما رو دوباره بازسازی کنه. اگه سلولای پوستیمون در واقع تخریب شده باشه بازسازی بشه و پوستمون رو از اون حالت خشک در بیاره. خب الان وقت اون رسیده که مواد با هم دیگه ترکیب کنیم، این ماسک جذاب رو درست کنیم، روی پوستمون بذاریم و یه حس خوبی به خودمون بدیم. فقط قبلش حتما دستاتون رو تمیز بشورین، صورتتون رو تمیز بشورین، تشریف بیارین با من، همراه من با هم دیگه اول تکنیک های ماساژ رو انجام بدیم روی پوستمون و پوستمون رو آماده کنیم، گردش خون رو بالا ببریم توی سطح پوستمون، بعد اون ماسک رو بذاریم و بعد ببینیم که چه معجزه‌ای میکنه و پوستتون چقدر شاداب و پر از سلامتی میشه. خب من برگشتم، دستامو تمیز شستم، مطمئنم که شما عزیزانم دستاتون رو تمیز شستین، صورتتون رو تمیز شستین و آماده این هستین که با هم دیگه این تکنیک های ماساژ رو انجام بدیم. برای انجام دادن تکنیک ماساژ کافیه که از این دوتا انگشتتون استفاده کنید و بذارین کنار بینیتون
آروم به سمت بالا و وسط در واقع ابروتون کشش، تا همینجا کافیه. دوباره انجام بدیم با هم دیگه. خیلی آروم به سمت بالا و کشش. این اولین تکنیک ماساژ بود برای کل صورت. من تکنیک های مختلفی الان خدمتتون میگم. لازمم نیست که فشار خیلی زیادی بیارین، همین که یه فشار نسبتاً تقریباً روی پوستتون باشه کافیه. بریم دومین تکنیک ماساژ رو انجام بدیم. این تکنیک هم خیلی آسون هستش و حالت کششی داره روی پوست مثل قبلی. از زیر گردنتون کافیه که گردنتون رو به سمت بالا بدین و دستاتون رو پشت سر هم به سمت بالا کشش بدین و بردارین از روی پوستتون به همین راحتی. من امتحانش کنین، حس بسیار خوبی داره و باعث میشه که خون جریان پیدا کنه. دستو میذاریم و دست بعدی رو برمیداریم. این تکنیک هم به مدت 2 دقیقه روی پوستتون انجام بدین و اگه بتونین روزی 3 بار تکرارش کنین عالیه. سومین تکنیک ماساژ حالت ضربه داره روی پوستمون و یه حالت شوک به پوستمون میده، باعث میشه که جریان خون بالا بره. خیلی هم راحت از قسمت بالایی انگشتای دستتون که به پد انگشتای دست شناخته میشه، خیلی راحت میتونین این کار رو انجام بدین به این صورت. تمام قسمت صورتتون رو خیلی راحت ضربه بزنید. این تکنیک هم به مدت 2 دقیقه و روزی 3 بار تکرارش کنید. تکنیک بعدی و 4مین تکنیک ماساژ روی صورتمون به صورت موچین هستش، یعنی از دستمون به صورت موچین استفاده میکنیم. روی قسمت چونه بذارین و هر دوتا دست رو به یک سمت ببرین، اول به این سمت به این صورت. کامل فشار بیارین روی پوستتون و بعد از قسمت چونه دوباره طرف مقابل صورتتون به این صورت. مدت زمان این تکنیک هم 2 دقیقه هستش، روزی 3 بار یادتون نره. بریم سراغ آخرین تکنیک. تقریبا تمام کل صورتمون رو ماساژ دادیم و جریان خون رو توی صورتمون بالا بردیم، فقط مون ناحیه قبقب و زیر گردنمون. این هم خیلی راحت هستش، کافیه که از 2 تا دستاتون استفاده کنین، گردنتون رو به سمت بالا بگیرین.
خب این تکنیکم به مدت 2 دقیقه انجام بدین و روزی 3 بار تکرار کنین. بریم با هم دیگه اون 3 تا ماده رو ترکیب کنیم، برگردیم بعد از اینکه این 5 تا تکنیک ماساژ رو انجام دادیم. حالا صورتمون کاملا آماده هستش برای اون ماسک خونگی، پس بریم ترکیب کنیم، برمیگردیم ماسک رو میذاریم روی صورتمون. اومدیم که این 3 تا ماده رو که خدمتتون گفتم، روغن نارگیل و شکر و خیار رو با هم دیگه ترکیب کنیم. البته خیار رو باید مثل من رنده کنین، آبشو بگیرین، از صافی ردش کنین تا اینجوری بشه. برای ماسک صورتمون 2 تا قاشق من پر قاشق غذاخوری شکر رو گذاشتم، به ازای هر 1 قاشق 1 قاشق هم روغن نارگیل نیاز دارین. پس من اینو 2 قاشق پر شکر رو با 2 قاشق روغن نارگیل کامل ترکیب میکنم. برای خیارم 1 قاشق چایخوری یا 1/2 قاشق در واقع غذاخوری کافیه. من 1/2 قاشق غذاخوری خیارم، آب خیارم میریزم و این مواد رو خوب با هم دیگه ترکیب میکنم. فوق‌العاده بوی خیلی خوبی داره. کامل دونه‌های شکر رو با آب خیار و روغن نارگیلتون کامل با هم دیگه ترکیب کنید. یادتون نره مواد رو کامل رو صورتتون وقتی گذاشتین زیر قبقب و پشت دستاتون مثل همیشه بذارین. بریم که این ترکیب جذاب رو بذاریم روی پوست صورتم. خب مواد با هم دیگه ترکیب کردیم، یه اسکراب خونگی خیلی خیلی خوشبو و واقعا به نظر من از اسکراب های بیرون که حاضر میگیریم واقعا هم قشنگتره و هم که حالا امتحانش کنین روی پوستتون، این ذرات شکر روی پوستتون واقعا احساس میکنین، چون سخت‌تره نسبت به اسکراب های بیرون، واقعا پوستتون رو تمیزتر میکنه. حتما پیشنهاد میکنم که امتحانش کنین. حالا چجوری اینو روی پوستمون بذاریم؟ این مواد رو با براش روی پوستمون میذاریم، اول به مدت 10 دقیقه فقط اجازه میدین که تو کل صورتتون این مواد بمونه. البته اینو خدمتتون بگم، حتما اگه که توی نوع تیپ پوستی خشک هستین این مواد رو به مدت 3 دقیقه فقط روی پوستتون بذارین. اگه پوستتون ترکیبی و مختلط هستش 5 دقیقه روی پوستتون بمونه و اگه پوست نوع چرب دارین، تیپ چرب دارین، به مدت 10 دقیقه اجازه بدین که روی سطح پوستتون بمونه و بعدش من برمیگردم خدمتتون میگم که چجوری باید در واقع روی پوستتون ماساژ بدین. اول این مواد رو با براش کامل روی سطح پوستتون میذارین. فقط حتما موقعی که دارین میذارین ظرفتون رو زیر دستتون قرار بدین، چون دونه‌های شکر ممکنه که بریزه و لباستون رو کثیف نکنه. به این صورت خیلی هم راحت به خاطر روغن نارگیلی که داره روی سطح پوستتون این مواد میمونه. به همین راحتی کل مواد رو روی سطح پوستتون با براش بذارید. همیشه خدمتتون میگم یادتون نره زیر گردنتون، قبقبتون، پشت دستاتون از مواد اگه اضافه اومد حتما بقیه مواد رو این قسمت ها هم بذارین، چون برای پوستش عالیه. پوست قسمت قبقب و پشت دست.
کل مواد رو تقریبا روی پوستم گذاشتم. شما تو منزل خب تسلط بیشتری دارین، ولی خب منم سعی کردم که یه جوری بذارم که کل پوست صورتم رو کلن مواد باشه. پس خدمتون گفتم نوع تیپ پوستیتون رو اول نسبت به اون توضیحاتی که دادم بشناسین و نسبت به تایمی که خدمتون گفتم بذارید روی پوستتون بمونه. منم میذارم بمونه و برمیگردم. من صورتم رو شستم، برگشتم خدمت شما عزیزان. لطف فرمایید حتما تجربه کنید هم تکنیک های ماساژ صورت و همین ماسک خونگی و اسکرابو، چون واقعا تاثیرگذار هستش. و فراموش نکنید که حتما باید روتین باشه این کارها، یعنی اینکه اگه هفته یک مرتبه یا تو ماه اگه شما یه مرتبه اینو در واقع روی پوستتون انجام بدین خب تاثیری نمیبینین، ولی اگه به صورت روتین انجام بدین حتما مطمئن باشین که پوستتون کاملا بدون جوش، بدون چین و چروک و یه پوست واقعا صاف و شاداب خواهید داشت. یادتون نره صورت ما ویترین بدنمونه، خانم آقا هم نداره. حتما به پوستتون برسین و همیشه پر از حس سلامتی و شادابی باشین. خدا نگهدار.